مشکلات صبر و استقامت داشته باشه و ناامید نشه. ممنون. خب بریم سراغ طرحتون و بریم سراغ اینکه چه شد که برگزیده جشنواره شدیم. کی میخواد شروع بکنه؟ شما میخواید بگیم بفهمید. طرح ما اومدیم در ابتدا کاربردهایی رو برای حباب‌های صابون بیان کردیم و از جمله این کاربردها ما اومدیم طرز قرار گرفتن سلول‌های بدن رو اثبات کردیم که چرا به صورت چند ذری کنار هم دیگه قرار گرفتن. یا از کارهای دیگه که ما برای این حباب‌های صابون یعنی کاربردهاش ما به دست آوردیم پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین چند شهر بود. و البته کاربردهای زیادی داره، در هر رشته خاص کاربردهای خاص خودش رو داره. مثلا اینکه مثلا در معماری یک معمار میتونه با واسه مدل‌هایی که درست می‌کنه این مدل‌ها رو طبق کار ما در مایه کپسول قرار میدیم و خارج می‌کنیم، در اونجا شکلی پدید میاد. برای ما اثبات کردیم که این شکل‌ها اگر معمار یک همچین ساختمان را با این شکل بسازه کمترین مسائل رو مصرف کرده و مقاوم‌ترین نوع ساختمان رو هم داره. ایدهش از کجا به ذهنتون رسید؟ ایده این کار از کتاب میشه گفت آزمایشگاه فیزیک 2 سال سوم دبیرستان بود که همین که معمولا بچه ها هم ازش نمره کمی میاره. بخاطر اون که کار عملیه و ما خیلی کار عملیه کم بهش توجه میکنیم و به نظر من فیزیک درسیه، تنها درسیه که یا تنها درس نیست، اینجوری من میگم بهتره، و همه درس ها رو باید با کار عملی پیش برد و فیزیک تنها درسی که باید با دیدن فهمید نه با خوندن. قدیما هم بهش میگفتن علم الاشیاء اگر اشتباه نکنم. فکر میکنم. خب حالا بگذاریم یه بخش کوتاه از برنامه رو ببینیم، بعد راجع به مختصرترتون بیشتر ازتون توضیح میخوایم. خواهش میکنم نگاه کنید. سلام، شبهای شفاهی، بفرمید. الو، سلام آمدی، حال شما خوبه؟ متشکرم، شما خوبی؟ شب شما بخیر. خواهش کنم. عرض سلام داشتم خدمت مهمانان گرامی برنامه‌تون و همچنین تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام دهی فجر. متشکرم، بر شما هم انشاءالله مبارک باشه. خواهش میکنم. آقای محمدی، ضمن تشکر از برنامه‌تون و عوامل و دستاندرکارانتون، خواهش میکنم چند سوال از مهمانان گرامی برنامه‌تون داشتن اگه اجازه بدین. خواهش میکنم. منتها به من حق بدین که قبل از اون از شما بپرسم اسمتون رو معرفی بکنید خودتون. خواهش میکنم. خواهش میکنم. آقای من از سبزوار خدمتتون تماس میگیرم. بله. مجید برادران نجار هستم، 19 ساله دانشجو. بسیار خوب، متشکرم. بفهمید چند تا سوال داشتین. بله. سوالم که از مهمانان گرامی برنامه‌تون داشتم این که این دو مهمان گرامی برنامه‌تون که در جشنواره خوارزمی به عنوان نفرات برتر انتخاب شده بودن، از اول چه انگیزه و هدفی داشتن و اینا در مواقع ناامیدی چه کاری میکردن که از انگیزه و هدفشون دور نمونن؟ سوال خوبیه. حالا ببخشید آقای محمدی، سرود درخواستی هم داشتن. بفهم. بله. سرود دهی فجر مبارک باد با صدای آقای بهادوری. بسیار خوب، اون سرود رو هم تقدیمتون میکنیم. بله محمدی، ببخشید من میتونم یه جمله هم در باره جوانی خدمت. بله خواهش بله میکنم. جوانی شنیدن صدای عشق و خوشبختی است از باغ پرطراوت زندگی. انشالله که همیشه سبز باشید، چون که شما اهل سبز بارین. خیلی خوب، متشکرم از تماستون. خواهش میکنم. پاسخ سوالتون هم در ادامه برنامه حتما بشنوید از قول مهمانان ما. خواهش میکنم. شب شما بخیر. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا. یه بخشی در برنامه داریم ما که عده‌ای از جوانان به سوالات ما پاسخ میدن. این سوالات رو حتی بعضیش رو خود شما از ما خواستید که از دیگران بپرسید. بنابراین خواهش میکنم که اگر مایل هستید به پاسخ سوالاتتون برسید، این بخش رو هم از برنامه امشب شفای شفای نگاه بکنین. بعد نوبت میرسه به شما که باید پاسخ این بیننده‌مون رو بفهمید. خواهش میکنم. آقای پوریا خانی، برگزیده جشنواره خوارزمی. در مورد اینکه تصویر آینده خودم رو چجوری میبینم،
نمیتونم به طور قطعی نظر بدم، چون تا خود آینده مشخص میکنه برای من. ولی من خیلی علاقه دارم که برم به رشته فیزیک و با گرش کاربردی که بتونم برای و در فیزیک هسته ادامه تحصیل بدم تا بتونم برای آینده کشورم مفید واقع بشم، چون که الان کشور ما بیشتر از هر رشته‌ای به نظر من به دروس پایه باید اهمیت بده و به دروس پایه احتیاج داره و فیزیک هسته‌ای هم رشته‌ای هستش که الان نیروگاه‌های هسته‌ای ما به اون احتیاج دارن. امیدوارم بتونم که موفق بشم در راه. خیلی متشکرم. همطور آقای علی زین العابدین زاده که ایشون هم برگزیده جشنواره خوارزمی هستن. راستش من الان نمیتونم تصویر درستی از آینده خودم داشته باشم و ببینم، ولی کلا علاقه ای که دارم باز من هم مثل دوستم پوریا به رشته فیزیک هستش و دوستم در رشته فیزیک ادامه تحصیل بدم، چون احساس میکنم یه علم پایه هستش و در همه امور کلا با علوم دیگه ارتباط پیدا میکنه. اگر خدا بخواد دوستم در رشته فیزیک ادامه تحصیل بدم. ان شاء الله. شما چجوری شد با هم دوست شدین؟ اصلا فکر کنم آشناییتون هم اینجوری باشه. راستش دوستی ما هم دوستی فیزیکی بودش. ما در یک کنفرانسی در بیشتر بحث آزاد بود، در از موضوعش هم هومیوپاتی بود که من و پوریا شروع کردیم با هم بحث کردن و تا هم به نتیجه هم نرسیدیم. تا به حالا به نتیجه با هم نرسیدیم در زمینه توافق در این زمینه، حتی در زمینه های خاصیش، و ما دوستیمون از اونجا آغاز شد و بعداً با هم کارهای علمی و پژوهشی رو شروع کردیم. توی این موردی که کار میکردید اولا چه مدت طول کشید تا به نتیجه رسید تراتون؟ حدودا یک سال. توی این یک سال اتفاقاتی براتون نیفتاد؟ میدونم قطعا افتاده، حالا یک دوتا شو اگه خیلی فکر مونید که جالب باشه برای دوستان ما بگید. والا به نظر من که همه هر تحقیقی، حالا نه تحقیق فیزیکی، همه نوع تحقیقی به نظر من همش خاطره است. همون اول که شروع میشه به نظر من یکی از قشنگترین خاطره ما همون لحظه آشناییمون بود که ما تنها موردی که با هم دیگه به نتیجه نرسیم همین موزه هومیوپاتی، اونم یه قسمت خاصیش بود که امیدوارم دیگه بعد این برنامه با هم دیگه به نتیجه برسیم. یکی دیگه هم ما قشنگترین لحظه‌ای که داشتیم غیر از این لحظه، لحظه‌ای بود که ما این طرح میشه گفت کامل کرده بودیم و بردیمش دانشگاه تهران بخش معاونت پژوهشی و میشه گفت به عنوان اولین طرح دانش آموزی ما تونستیم اونجا ارائه بدیم و بتونیم از آزمایشگاه استفاده کنیم، از آزمایشگاه وسایل دانشگاه. که البته بعد اون جریان هم ما کار اصلیمون چون که با کف صابون بود و خیلی بریز و به پاش داشت، ما هر جا که میرفتیم فقط میتونستیم همون بار اول بریم و بار بعدی باید بدون وسایلمون میرفتیم، چون که همه جا کثیف میشد، اینکه بعد میرفتیم آشپزخونه وسایلمون رو اجرا میکردیم. خب متشکرم، خاطره خوب بود. بخش کوتاهی از برنامه رو دوستان ببینن، دوستان بیننده برنامه شفای شفایی امشب، بعد چند کلمه وقت داریم که با هم صحبت بکنیم. فرصت نداریم، یکی از بینندگانمون دو تا سوال مطرح کردن، خیلی سریع جوابشو بدین که فرصت بکنیم بگیم خداحافظ و برنامه تموم بکنیم. من در جواب سوال اولشون که پرسن انگیزه شما چی بود، من از کلا از دوره راهنمایی به کارهای عملی علاقه زیادی داشتم و وقتی که در دبیرستان اومدم به علت اینکه یه درس آزمایش که داشتیم برای من خیلی خوب و میتونم بگم من خیلی خوشحال شدم و کلا انگیزه من از همون ابتدای همون وقتی دبیرستان رو راهنمایی بودم این انگیزه رو من داشتم در زمینه کاری. وقتی به دبیرستان اومدم با وجود اینکه آزمایشگاه فیزیک و آزمایشگاه هایی که بود من میتونم بگم به اون خواستم رسیدم. ممنون. در مورد اون از رسیدن امیدها و آره، والا اول اینکه باید به این نکته توجه کنیم که وقتی که ما این کارو شروع کردیم من و دوستم جفتمون عاشق فیزیک بودیم و هستیم و امیدوارم بعداً هم باشیم. و وقتی که انسان عاشق یک چیزی باشه، یک علمی باشه و طالبش باشه، هیچ وقت مایوس نمیشه به نظر من.
و حاضر اونا به هر جوری باشه، حتی به هر زحمتی، و حتی ممکنه به خیلی ها تحقیرش بکنن، ولی باز باید بره دنبالش. اینا هیچ کدوم مایوس شدن نیست و اینا هیچ کدوم نامید نمیکنه، مشکل نیست. اینها بیشتر یک سنگ‌های خیلی کوچیکی که جلوی پای یه محقق قرار میگیره و باید باز فکر کنه اون محقق به شیرینی فردایی که خیلی روشن‌تره، خیلی بهتره. خیلی متشکرم از شما، چون واقعا فرصتمون تمام شده، فقط باید بگیم خداحافظی و خداحافظی بکنیم. خیلی متشکرم از شما بینندگان محترم، هم سپاسگزارم، شبتون بخیر، خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظی.